این صدا ممکنه برات آشنا بیاد. صدای خمارست کردن پا، صدای زانو، درد زانو. زانو درد میتونه از پیری باشه، ساختار ضعیف استخونا باشه، یا هم آسیب‌های مینیسک و جابجایی مفصل زانو میتونه علتای زانو درد باشه. این از همشون مهمتره، کمبود ویتامین د که آخر سرم باعث تغییر شکل زانوهات میشه. اما اصلی‌ترین علت زانو درد تو دوران جوانی یه مشکلی توی کشککه که بین 20 تا 30 سالگی اتفاق میفته، خودش هم جلوی زانوه. در واقع استخون ران قزروف کشککو به همدیگه میسابه. سایده شدن قزروفم علتش یه سری حرکات غیر استاندارده. به خاطر همینه که میگن زیاد چیز سنگین بر ندار، یه سری ورزشای سنگین انجام نده. اگه از پات زیاد کار بکشی، ضربه و ضعف عضلات ران باعث سایده شدن قزروف میشه. خود علت دردم همینه. درد زانو برای خودش یه داستانیه. بعضی هم تو زانوشون صدا احساس میکنن. اگه این صدا درد نداشته باشه مشکلی نیست، اما اگه درد داشته باشه باید بری پیش. مثل اینکه شلی لیگامانی دارن، لبه پشت و استخون ساق بیشتر درگیر میشه. پس سعی کن موقعی که ایستادی وزنتو به عقب نندازی. تو حالت ایستاده موقع راه رفتن دقت کن که همیشه تو مسیر مستقیم وزن منتقل بشه. اگه میخوای با دستگاه ها ورزش کنی، حتما قبل این کار یه نرمش کوچولو انجام بده، بدنتو گرم کن. بعد هر 3 ساعت یه بار روی زانوتو یه رو 20 دقیقه یه تیکه یخ میذاری. 2-3 روز تا موقعی که دردت از بین بره این کارو بکن. این کارا مرحله ای ها، پله ای، باید پشت سر هم به ترتیب انجام میدی. پس و پیش باشه جواب نمیده. حتما از این زانوبندا ببند، زانوبندای کشی، قشنگ ورمتو میکشه. هم موقعی که نشستی، هم تو حالت خوابیده، یه دونه بالشو میذاری زیر زانوت، خیلی به کاهش ورمت کمک میکنه. مثل خیلی از بیماری ها، بازم خانوما بیشتر از آقایون دچار زانو درد میشه. معمولا هم درد و ورم از 35 سالگی شروع میشه. اول ساق پا ورم میکنه، بعد میرسه به زانو، بعدم تبدیل میشه به درد، مخصوصا اگه غذاهای تب سرد زیاد استفاده کنی. به دردایی که با خوردن سردی ایجاد میشه یا تو فصله سرد سال اتفاق میفته درد سرد میگن. خانوما هم تو ایام قاعدگی این داستان بیشتر دیده میشه. قورت دادن اسپند شبا به اندازه یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، ناشتا اصل، ترک غذاهای سرد شبا، ساق پا و زانو رو 40 روز پشت سر هم با روغن 30 دونه باید ماساژ بدی. بعدش حجامت گرم زانو، 7 مرحله بادکش از طرفین زانو. اگه دیگه ورم خیلی زیاد بود، روی خود زانو بادکش میشه انجام داد. اگه کسی که هم زانوشون درد میکنه هم مشکلات حرکتی دارن، بهشون میگن زانوشون آب آورده، بین کشکک های زانو فاصله وجود داره. اگه ویدیومون رو تا اینجا دوست داشتی لایک کن تا بریم سراغ درمان درد زانو و آب آوردن زانو. نکته خیلی مهم است اینجا، اگه آب زانو این افراد کشیدن بشه، باز غذای تب سرد استفاده کنم، بازم آب میندازه زانو. علت درد زانو، آرتروز زانو، از خشکی زانو نه از سردیش. در آرتروز و آسیب دیدگی زانو هم 40-50 روز با روغن بادوم تلخ باید ماساژ بدی زانو تو. عمرن اگه تا حالا شنیده بودی زانو برای درمان آرتروز. چند تا ماده ضد التهابی و ضد لختگی تو بزاق زالو وجود داره، آرتروز درمان میکنه، کنترل میکنه. زالو برای کسایی که کمخونی دارن یا عروق خونیشون حساسه یا احتمال خدای نکرده لخت شدن خون دارن اصلا توصیه نمیشه. خانمه باردار و کسایی که زیر 18 سالن هم نباید استفاده کنن از زالو. هر سوالی درباره زانو درد دارید توی کامنت ازم بپرس، خودم شخصا جواب میدم. کانالم رو سابسکرایب کن، زنگولش رو روشن کن، این ویدیو هم بفرست واسه کسایی که الان دارن اذیت میشن تا عذابن.